رئیس جمهور غنی در سارک برای جلب کمک های منطقه، در حالی که از 100 روز نخست حکومت وحدت ملی 58 روز میگذرد، قرار است فردا 18 نشست سارک با حضور رئیس جمهور غنی در کتماندو پایتخت نیپال برگزار شود. چگونگی تامین امنیت و گسترش رابط بازرگانی از موضوعات اصلی این نشست گفته شده است. افغانستان در سال 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا پذیرفته شد و در سال 2007 در 14 اجلاس این سازمان عضویت دائم سارک را کسب کرد. نیپال، بنگلادش، بوتان، پاکستان، هند، مالدیو و سریلانکا از دیگر اعضای دائم سارک به شمار می آیند. پرسش اساسی این است که آیا افغانستان در دیپلماسی دو جانبه با سازمان سارک موفقیتی داشته است؟ از زمان عضویت افغانستان در این سازمان چه دستاوردی حاصل افغانستان شده است؟ و در نهایت این دور نشست سارک توأم با چه منفعتی برای افغانستان خواهد بود؟ در برنامه امشب صد روز نخست به بررسی می‌گیریم. سلام و وقت بخیر. به برنامه صد روز نخست با من امید فاروق خوش آمدید. در آغاز همکار خود را شریف امیری را از نیپال با خود داریم. شریف، میشه بگویی که آمادگی ها بر نشست چی است؟ خب، با سلام، قرار است فردا 18 دور نشست سارک اینجا در کتماندو پایتخت نیپال برگزار شود و امروز سران کشورهای عضو سارک هم به نیپال آمدند تا فردا نشست برگزار شود. البته سارک 8 عضو داره که افغانستان هم قسم که ما گفتیم در سال 2007 به این سازمان پیوست و امروز تدابیر امنیتی در شهر کتماندو بسیار ویژه بود و حتی نهادهای دولتی هم رخصت بودند و تا سرک هم بروی رفت آمد مردم بسته بود و رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست اقتصادی حضور یافت و کم از کم یک ساعت سخنرانی داشت، در حالی که فردا قرار است در حدود 10 دقیقه سخنرانی داشته باشد. رئیس جمهور در این نشست گفت که تا زمانی که به چالش های امنیتی رسیدگی نشود، ثبات در منطقه دشوار خواهد بود. و همچنان رئیس جمهور غنی گفت که باید در چارچوب از این نشست به موارد پرداخته شود که به فقر زدودن بیشتر تاکید شود و همچنان به خاطر خشونت باید همه یک دست شوند و جریانی که در این کشورهای عضو سارک فعلا در حال گذار است و این قابل غیر تحمل است برای جمهور بر زدودن فقر و همچنان خشونت تاکید کرد. حالا شریف، فکر میکنی که رئیس جمهور کدام موارد را در نشست فردا مطرح میکنه؟ یا اینطور مطرح کنیم که اهدافی را که افغانستان در 18 نشست دنبال میکنه چی ها هستن؟ بیشتر بود امنیتی داره؟ ظاهرا نشست سارک بیشتر متمرکز است به موضوعات اقتصادی، اما انتظار میره که موارد امنیتی هم در این نشست مطرح شود. قسمی که رئیس جمهور در این آغازین سخنرانی‌هایش در این باره بیشتر بر تامین امنیت در منطقه تاکید کرد و انتظار میره که با نخست وزیر هندوستان و با نخست وزیر پاکستان هم دیدارهایی داشته باشد تا بتواند آنها را واداره به خاطر تامین امنیت و به خاطر چگونگی همکاری صادقانه در کار گفتگوهای سال با طالبان و همچنان برای کشانیدن طالبان به میز گفتگو و همچنان همکاری های صادقانه به خاطر تامین امنیت در منطقه. ای بار تفاوتی که احساس میشه از حضور افغانستان در 18 نشست چه است؟ خب، همواره یکی از انتقادهای عمده در نشست سارک بوده که بیشتر موضوعات برای کاغذ، بیشتر تعهدات برای کاغذ باقی میماند و در واقع در این سازمان دو کشور رقیب یعنی پاکستان و هندوستان بیشتر تعهدات تیزدری سازمان میشه اونا را زیر پاسش میبرد، اما انتظارهای یا که در این نشست تعهدات صورت میگیرد
باید جنبه عملی هم به او بگیریم. اشاره کردی که در حاشیه نشست قرار است که رئیس جمهور با نخست وزیر پاکستان و هندوستان هم ببینه. چقدر فکر میکنی که حاشیه ممکن مهمتر از اصل نشست باشه بر افغانستان؟ خب قسمت پیشتر هم گفتم در خود نشست بیشتر روی موضوعات اقتصادی بیشتر تمرکز میشه و همچنان زدودن فقر و زدودن خشونت. اما نشست ها در حاشیه این نشست میتونه که بیشتر سودمند باشه به خاطر از اینکه پاکستان و هندوستان یکی روابط تنگاتنگ با هندوستان داره و همچنان پاکستان که در همسایگی افغانستان است و همواره متهم است بر صادقانه عمل نکردن در تامین امنیت، این میتونه که امیدوار کننده باشه تا این بار رئیس جمهور بتونه به گونه ای که اونا را وادار بسازه که در این روند همکاری صادقانه کنه. فکر میکنم که بیشتر جنبی سیاسی و جنبی امنیتی این نشست بیشتر میره به حاشیه این نشست. ظاهرا در خود نشست بیشتر روی موارد اقتصادی بیشتر گفتگو خواهد. خیلی سپاس از شما. تا لحظات بعد دوباره برمیگردم. بازم خوش آمدید. در این بخش برنامه آقای محمد قربان اقجو، آقای امور اقتصادی و سید مسعود استاد دانشگاه با ما هستند. بسیار خوش آمدید. آقای اقجو، با شما آغاز میکنیم. خود سازمان سارک در سال 1986 به هدف ارتقای سطح همکاری های کشورهای جنوب آسیا شکل گرفت. چقدر این کشورها که عضوش هستند به این هدف دست یافتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استین. ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار و شما و همکارانتون و بنده های عزیز تلویزیون شما، در این شکل نیست که منطقه را که جنوب آسیا میگن که متشکل از 8 کشور به شمول افغانستان یک سازمان اقتصادی ایجاد کردن، یک منطقه فوق العاده غیر متجانس و از نظر سیاسی اقتصادی و از نظر زیربنایی و جغرافیایی با چالش های بسیار کلان مواجه بوده و هست که این باعث شده که شدیداً به یک همگراهی اقتصادی و همکاری اقتصادی و سیاسی ضرورت داره. سارک به می هدف به وجود آمد، اما چالش های بسیار کلان سر راه ازی وجود داره که نتانسته علی رغم در حدود 29-30 سال که از ایجادش میشه به اهداف کلان که عبارت از همگرایی اقتصادی و سیاسی هست، ایجاد یک بازار مشترک اقتصادی، مسئله رفتن به طرف فقر زدایی، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری های منطقه‌ای و بلند بردن دسترسی مردم به خدمات خوب و خصوص در قسمت انرژی، برق و امکانات بهداشتی و مسئله جلوگیری از ترافیک انسان ها و قاچاق و همه از اینا مسائل مبارزه با حوادث طبیعی، کل از اینا چیزهایی هستند که در اهداف از اونا آمده و همیشه در ابدا نشست سرانه که توقع می رفت اینا نتانستن به اهداف برسن. خب این بیهی واضحی است و انتظارم. خب اول دلیلشی هسته که کشورها، دو کشور کلانه که نقش محوری در این سازمان داره که هند و پاکستان باشه، اینا در یک رقابت فوق العاده جدی سیاسی هستند که این باعث شده که تمام اهداف سارک فقط روی ورق بانه و به اهداف عملی دست نرسند. دوم مسئله فقر که در تمام کشورهای چیزی که به شکل یکسان وجود داره موجودیت فقر بسیار بالا هست. سوم تعداد نفوذ بسیار بالا هست. شما میفهمید که در حدود 23% نفوذ تمام کره زمین در 8 کشور وجود داره. چهارم مسئله زیربناهای ضعیف فیزیکی. امروز مسائل سرک، آب، انرژی، اینا ارتباطات بین مردم کمتر وجود داره. پنجم موضوع بسیار مهم و اساسی در قسمت جنوب کشورهای جنوب آسیا مسائل قاچاق است که در قسمت مسائل اقتصادی فوق العاده پلیسی سازی اقتصادی را به چالش میکشه. اونا نمیتونن برنامه ها را عملا تطبیق کنن در صورتی که مرزهایشان با هم دیگه باز است و قاچاق صورت میگیره و یا کمتر میتونن که رقابت های اقتصادی. شما میفهمید که 4 کشور بزرگ امین کشور سارک از نظر کشورهای رو به انکشاف هستند یا در حال انکشاف هستند، developing countries که در قد هند و پاکستان و بنگلادش و خود مالدیوز. باقی مانده 4 کشور دیگه فوق العاده فقیر است. موجودیت این دو بود
که در بین از اینا هست، اینا را باعث میشه که اینا دارن سر مسائل به توافق برسن. مسئله بله. تروریسم، مسئله بله. بدنی، یکی از چالش های بسیار کلانی که در بین. با توجه به نکته اخیری که شما اشاره کردین و جمع نکته که در اول گفتین که در مورد چالش های این سازمان مطرح میشه، اختلاف دو کشور قدرتمند در این سازمان، هند و پاکستان، و بعدش هم اختلاف افغانستان و پاکستان هم به عنوان چالش ها مطرح است. اگر این چالش های جدی وجود داشته، چطور این نشست این سازمان شکل گرفت؟ خب ببینید، اگر شما بعد از جنگ دوم جهانی ببینید، روند ایجاد نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خاطر همگرایی اقتصادی سیاسی بسیار موثر بوده و هیچ راهی وجود نداشته غیر از اینکه جلو جنگ های سوم و چهارم بگیره و در این زمان از فرصت ها استفاده بهینه به خاطر رفاه عمومی شوه و زمین فقر از بین ببره و این یک مجادلات عمومی میخواد، یک فرامرزی میخواد. من فکر میکنم آسیای ما در پنج سازمان تقسیم شده، کشورهای جنوب آسیا، کشورهای آسیای شرقی، کشورهای خلیج، کشورهای ایکو، شانگهای و کرک. اینا را که ببینید، این سازمان ها در حقیقت به می اهداف تازه ایجاد شدن، اما با توجه به نبود فرهنگ استفاده از این سازمان ها و عدم ارجحیت دادن به مسائل اقتصادی و انکشافی و رفاه مردمشان که بیشتر قربانی اهداف سیاسی میشه، موثریت این سازمان ها در عمل بسیار ناچیز بوده. اما مهمی است که ما از یک جای شروع کردیم، امیدوار هستیم که به یک نقطه برسه که کشورهای بزرگ مثل هند و پاکستان بالاخره تصمیم خود بگیرند که باید طرف بیاین و مسائل خود کنار بگذارند، و به خاطر از اینکه چالش هایی که نامواجه هستند، مسائل عقب ماندگی یا مسائل عدم رشد یافتن، مسائل آسیب پذیریشان از حوادث طبیعی و بحران های اقتصادی و سیاسی، بیشتر اونا رو باید به این واب داره که سپاس. و در کل خود نشستم که بیشتر بحث همگرایی منطقه‌ای است و حل مشکلات و منازعات است. اما یک مسئله میخوام روی تصحیح کنم، فقط تصحیح کنم که این نشست 18 شعار بنیادیش Deep Integration for Peace and Prosperity، یعنی که ادغام عمیق منطقه‌ای به خاطر صلح و رفاه است. یعنی صلح اول است، مسائل امنیتی در صدر قرار داره، بعد از اقتصادی است. آقای منصور، چرا این سازمان به اهدافی که اینا ترسیم کردن و به مو اهداف هم شکل گرفت نرسیده، و بعدش هم که افغانستان عضویت را گرفت یا عضویت پیدا کرد در این سازمان، چقدر فکر میکنین که به او خواستهایی که افغانستان داشت رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد، سلام بر شما و سلام بر جناب بغجوس، سلام بر بیننده ما. خدمت شما عرض شود که در حقیقت سارک من همیشه یک نوع سازمان هند میوری تلقی میکنم، به این معنی که پیش از اینکه هر کار را صورت بده هندوستان یا حرکات اقتصادی را انجام بده، هدف سیاسی هندوستان به منظور ایجاد یک بازار وسیع برای خودش و جلوگیری از یک نفوذ چینایی ها که در حقیقت محور اقتصاد آسیا را تشکیل میکرد در وقت، و جلوگیری از نفوذ پاکستان و تضعیف پاکستان هرچه بیشتر، و ایجاد زمینه های به وجود آمدن اقمار هندوستان مطرح شد. شما متوجه هستین که فعلا اقمار هندوستان از لحاظ استراتژیک بعد از امضای استراتژیکی کمره از دو امتدی آمریکا و مزاکت و غرب به منظور جلب توجه هندوستان و نزدیکی زیادتر هند به آمریکا، چهار کشور از اینا که جمله کشوری که باشه همراه هند که پنج کشور باشه در محور هند قرار داره که نیپال، سریلانکا، بوتان و مالدیف است. اینا یک بازار وسیع از لحاظ اقتصادی و یک سایه وسیع پرواز کلچر ایندی و یک سایه وسیع تطبیق سیاست های ایندی از در اونجا که بکار بوده شده. چقدر فکر میکنین بیش از این که بس همگرایی و همیاری و کمک مطرح باشه مبادر شده به یک میدان رقابت؟ شما هیچ گوه، من فکر میکنم که در حقیقت آغاز ما در حقیقت وقتی که عالم سارک میگم بر افغانستان سارک هند است، برای از این که شما متوجه باشین که کشورهای سارک کشورهای منطقوی ضعیف از لحاظ اقتصادی، حتی هندوستان که در بزرگترین کشور از یه است، هم از لحاظ فقر و از لحاظ سرمایه گذاری در یک سطح پایین تر قرار داره با وجودی که دومین کشور صنعتی دنیا به شمار می رود. از این لحاظ فکر می کنم که حرکات سیاسی برای هندوستان بسیار مطرح است و حرکاتی که در طرف ما حرکات اقتصادی مطرح باشه.
حرکات اقتصادی هندوستان فقط بازار پیدا کردن بازار و جلوگیری از حریف کلان دیگیش بوده. از این لحاظ همگرایی همسایی منطقه‌ای این سازمان مبدل شده به یک میدان رقابت میان کشورهایی که قدرتمند هستند. بله. نه خیر، ببینید که ما پاکستان یک کشوری بسیار قدرتمند در سر نمیبینیم، برای اینکه پاکستان قدرت رقابت با هندوستان نداره، این واقعیتش است. ولی هندوستان میتونه که از لحاظ حرکات سیاسی و اقتصادی خودش نوع خدشه‌هایی را در حرکات سیاسی هندوستان وجود بیاره و در واقع نوع حرکات دوگانه خود بتونه که از لحاظ روابط قدیمی که با بنگلادش داره و با جای دیگه داره و از نگاه حرکات سیاسی نیپالی‌ها که تا اندازه زیدت با هندوستان نشان میدن و در واقع مالدیف‌ها که تا اندازه به زیدت با هندوستان نشان میدن و رابط نزدیک اسلام‌گرایانه که در یا وجود داره، در حد انسان میخواد پیشی بگیره از اینا و در حد نوع یک سازمان سارک برام سارک ایجاد کرده. ولی متوجه باشین که بر ما سارک با وجودی که در حد ما میگیم که یک قسمت از سارک کاملا بر ما کار کرده و یک قسمت سارک کاملا کار نکرده، متوجه باشین اینجا مشخص بسازین که قسمت کار کرده بر افغانستان اون طرف یا در مجموع اینطور مطرح کنیم که از زمانی که افغانستان عضویت پیدا کرده چه گام های مثبت در بهبود وضعیت افغانستان برداشته شده. شما اجازه میگیرم میخوایم که فقط یک گذر بکنم به اون طرف که آیا هندوستانی ها چی کار را انجام دادن به طرف دیگه خود. معنا داره که سارک فعلا نوع اتو حرکات مستعمره، نمیگم نوع حرکات های مستعمره گونه در مقابل دیگر داره. مثلا در مالدیو، در نیپال، به خصوص نیپال، بوتان، دو کشوری که حتی سرود ملیش هم میشه که آدم بویه که توسط هندی حرکت داده میشه و در اونجا نفوذ سیاسی هند فوق العاده زیاد است. معنا داره که سارک نباید مانند یک نمونه نمانند یک اتحادیه اقتصادی خالصه که به منظور همگرایی همسویی ایجاد شده باشه و دارای حقوق مساوی تمامی با هم مساوی باشه و تو دیده نمیشه، مانند که شما در اروپا میبینید. حتی در اروپا که حال در حقیقت نوع گرایش تازه به منظور برترگرایی آلمان به وجود آمده، در اینجا معنی شکل انسان رو انجام میده. طرف ما دو تا حرکات متضاد وجود داره. یک عضو سارک کاملا در خشک کردن تمامی ریشه های اقتصادی شما دموکراسی شما است پاکستان. ارمان داره که عضو ما در خط هم در ایکو و هم در سارک نقص میکنیم نسبت به فایده، برای از اینکه اینا ریشه های اقتصادی ما را میکنن و در خط بازار ما را در زور باز میکنن. سپاس. قسمت دومش که هند است. هند سومین کشور در خط سرمایه گذار در اینجا و در قسمت سیاست های افغانستان در حقیقت هندمیوری همسوی همگرایی منطقوی را آقای کرزی 13 سال پیش برده. من میرزا یک جمله زیادتر میکنم که این است که چرخشی که آل در حقیقت دولت وحدت ملی انجام میده، یعنی معنا داره که یک چرخش همسوی همگرایی منطقوی از هندمیوری به سوی چین میوری و با تأثیری که بالا پاکستان به وجود میاره که یه خیال است و محال است به منظور ایجاد یک پیس و دوگه پایشون گذ. آقای اقجو، موافق هستین که از زمانی که افغانستان عضویت پیدا کرده بیش از اینکه فایده کنه یا سود ببره از لحاظ اقتصادی که خب اینجا بس اقتصاد مطرح هست ضرر کرده؟ من به این باور نیستم، به دلیل از اینکه تا حال ما عملا غیر از نفع سارک ضرر ندیدیم. خب اینجا چیزی که باعث ضرر میشه کشورهای حضور دارن که میخشکانن ریشه اقتصادی. خب ببینید این اجزا از سارک است، یعنی در چوکات سازمان سارک آن چیزی که میتونه اقتصاد ما ضرر بزنه مسئله تطبیق ساحه آزاد تجارتی سفتا نام داره که در سال تا سال 2021 او تطبیق نمیشه، با وجودی که ما او رو امضا کردیم سال 2011 عملاً رئیس جمهور توشیش کرد، اما برای تطبیق از او برای افغانستان استثنان فرصت داده تا سال 2021 تا آماده شود ما مزیر بناهای از این بسازیم که بتانیم توانایی رقابت با کالاهای مشابه داشته باشیم. اما در مقابل مفادی که ما سارک گرفتیم تا حال، افغانستان تانست نقش کلیدی خود به عنوان یک کشور حائل و یک وصل کننده جنوب آسیا با آسیای مرکزی برازنده تر بسازه، در مسائل قراردادهای منطقه‌ای مثل تپی و کاسای گازارو و قراردادهای دیگه که میتونه از زمینه انتقال
کالاهای تجارتی از جنوب آسیا به آسیای مرکزی به 60 میلیون نفر که دو طرف آسیای مرکزی است و انرژی را به طرف جنوب آسیا فراهم بکنه. و در پولیش افغانستان تونست که از طریق استفاده از بعضی کنوانسیون‌ها، بعضی قراردادها و تفاهم‌نامه‌های در چوکات سارک است، مثلا مسئله ویزا در چوکات سارک بر 25 کاتگوری اشخاص و افراد ویزای یک نواخت داده میشه که میتونن اینا در 8 کشور بدون ویزای کشورهای ملی سفر بکنن که افغانستان از او بسیار استفاده جدی میکنه. و در عین زمان ما میتونیم که از فرصت هایی که در چوکات سازمان در بر اعضا هست، مثلا قراردادهای تجارت های ترجیحی مثلا با هندستان داریم ما، که ما میتونیم زیر صفر تعرفه ما صادرات داشته باشیم. این خودش کمک میکنه برای اقتصاد افغانستان. و در پولیش اگر ما بتونیم دیپلماسی فعالتر را اندازی بکنیم، ما میتونیم بعضی از فرصت های دلات چوکات سارک از نظر اقتصادی وجود داره که مسئله صندوق وجهی انکشافی سارک است، از او استفاده بکنیم. مسئله بلند ایجاد زیربناها هست که ما میتونیم کشورها، چرا که تنها سارک 8 عضو دائمیش نیست بلکه 9 کشور دیگه باعث ناظر هستند که امریکا و کشورهای مثل ژاپن و اتحادیه اروپا و ایران و چین اینا، و در عین حال سازمانهای کلان اقتصادی دنیا مثل بانک جهانی و IMF و ملل متحد اینا هم عضو هستند. تاثیرگذاری برای تصمیم گیری کشورها و سازمانهای عضو ناظر میتونه برای ساختن زیربناها بر افغانستان در قسمت ایجاد قرضه و و و و فضا برای که اونا مخالفت نکنن در پروژه های زیربنایی در افغانستان کمک بکنن. سپس ما میتونیم از استفاده کنیم. آقای مسعود، شما شنیدین که بزرگترین دستاوردهایی که افغانستان داشته بحث امو افغانستان با عنوان پل ارتباطی تانست نقش ایفا کنه، پس از کزویت را گرفت، بحث ویزه، بحث استفاده از کمک هایی که اعضای ناظر هستن. خدمت شما با احترام که به آقجو سب دارم، متاسفانه که ما پل ارتباطی ما را 11 سال است که ما داریم، در قدر رای که رای ترانزیتی داریم ما. جانب دیگه ما تو علاقمندی دارم که زیادتر ما سر سیاست های کل سار گپ بزنیم، نه بس سیاست های ضرونیش. برای این مانا که سیاست های کلی سارک منیس یک سیاست کلان مورد قبول جز از قبول نشده، متوجه شدین؟ ما من مطالعه میکنین، آقجو سر مطالعه کرد، کل شما مطالعه میکنین که ما در سیاست سارک وقت داخل میشیم، سارک هم سوی گرایی منطقوی، رشد و انکشاف اقتصادی، کمک از لحاظ اقتصاد، سرمایه گذاری ها، ایجاد بانک ها، در واسطه شدن تمامی کشورها با منظور رشد و مومد قرار گرفتن رشد و انکشاف اقتصادی کشورهای سارک توسط سازمانهای بین‌المللی است. حرفای بسیار جالبه که حدود 22 تا ماده داره. حرفای بسیار جالب است. ولی ما بدونیم در حرفای جالب 22 ماده ای که حرفای 22 ماده ای از جانب کشورها منیس جزء سیاست های خارجی شان که در حقیقت اقتصاد خارجی جزء سیاست های خارجی است، او را قبول شده واقع شده یا نشده، او را باز مورد بحث قرار میدیم. یک، میایم سر پاکستان. پاکستان یا جزء کلان سارک است، شاید دومین قدرت باشه، با هند می جنگن. این معنا داره که تلاش میکنن که تا در حساب قدرت سیاسی و اقتصادی جاگزین هند شوه خودش. آیا پاکستان چگونه تانست که همو قراردادهای سیاست های کلان 22 ماده ای سارک تطبیق کنه در افغانستان، در سیاست خارجی خود در قبال افغانستان؟ بله، این خود واضح است چی بس در پالیز. اگر ما میگیم که ما رای را که در حقیقت ما منیس یک ترانزیت استفاده میکنیم، معنا داره که هندوستان جزء اساسی سیاست های خارجیش به منظور گرفتن آسیای میانه است، به خاطر بساردن منافع ملی خودش است، به خاطر رقابت با چین بزرگ که در حقیقت هند بزرگ در مقابلش قرار میگیره. شما متوجه باشین که عمدتا آمریکایی ها هند نه از خاطر سار کمک میکنه، بلکه هند از خاطر رقیب کلانش که برای چین باشه کمک میکنه. معنا داره که چینایی ها به نظر غرب مانند اونم شوروی سابق است که در شرق آسیا باید دمشه بگیرن که حالا پا باز کرده به اروپای غربی، به حداقل کشورهای لاتین، کشورها یا اتحادیه‌ای که به عنوان ناظر کمک میکنن اینا، یعنی دور میزنن این سازمان. بله، شما یعنی اهدافشان، شما ببینید که در کدام سازمان دنیا است که آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه عضویتش نداره؟ صندوق وجهی بین‌المللی،
بانک جهانی، بانک انکشاف سازی، حتی در بانک اسلامی، سازمان انکشاف آفریقای جنوبی، سازمان کلان مالی آفریقای غربی و غیره، متاسفانه که این در فاکولتا چنین چیزی است. در مجموع چنین چیزی است. بله. اگر آمریکا و هند کمک میکنه، بحث رقابت با چین مطرح است، اما برداشت آقای یقجویی است که از این فرصت که خب اون و او کشورها با هم ناظر است، میتونه استفاده کنه. ببینید ما میکنیم، ما در حقیقت از آغاز آمدیم تا امروزه. ما در آینده خود گپ نداریم بگیم که سارک خراب است. متوجه هستین؟ بازی های ما و بازی های سارک تا امروز که تا امروز است، نه؟ شما دیگه دستاورد ندارین. متوجه باشین که ما چند تا کنفرانس هم در کنفرانس سارک رفتن دیگه. دیدم شما در اونجا هیچ کس نگوید دوغ من ترش است، لیک رندان چشیده میگیرد. متوجه شدین؟ امیال با خودشان در اتاق تجارت هم بودن و ناظر صحیح هستند که یکی از کلانترین حرف هایی که در بازار ما با وجود آمد و باعث شکست صنایع کودک ما شد، رقابت قاطرانه چین که از شانگهای است و هند که برادر از سارک است و پاکستانیا. از این لحاظ ما میگیم که با وجود که هندی ها در این سرمایه گذاری میکنن، متوجه باشن سرمایه گذاری سیاسی است، این سرمایه گذاری اقتصادی مطابق به اهداف سارک نیست. افغانستان چرا به سارک شد؟ در سارک ترمشه که اگر ما مبارزه با تروریسم انجام میدیم و مواد مخدر، بدون موجودیت افغانستان بوده نمیتونه گپ. لذا باید افغانستان چنین کار را انجام بده. مثل که در شانگهای چنین کار انجام داده. مرا داره که هدف کل از یا اون اونجاست. بیشتر اینجا بحث امنیتی مطرح بود از لحاظی که خب افغانستان قربانی و پاکستان زد چنین هدف وجود داره. بلکه پاکستان سرمایه گذاری به خاطر بی‌ثباتی در اینجا انجام داده و نمیخواد که دولت ایجاد شود، دولت قوی که وجود بیاد. آقای یقجو، شما شنیدین که برای علاوه که بازار افغانستان را اگر به شانگهای نگاه کنین چین خراب کرده، اگر به سارک نگاه کنین هند خراب کرده، در کل زمانی که به ماده‌هاش یا توافق‌نامه‌ای که در این سازمان وجود داره توجه میکنین، آقای مسعود میگن که یا هیچ یک از کشورها، یعنی کشورهای بزرگ مثل هند و پاکستان، اینا رو در سیاست خارجی خود برای بهبود وضعیت منطقه تطبیق نکردن، به این خاطر هم افغانستان ضرر کرده تا یک فایده کنه. من فکر میکنم باز اقتصاد افغانستان و تولید افغانستان نه چین خراب کرده، نه پاکستان، نه ایران، بلکه دولت افغانستان خراب کرده. اگر شما بخواید دروازه‌هایتون رو باز بکنین و از تولیدتون حمایت نکنین، طبیعیه که به خاطر جواب دادن به تقاضای مردم، مردم خود نان میخواه، مردم کالا میخواه، مردم خدمات و اشیا میخواه، مجبور است که از بیرون وارد کنه و شما در داخل تولید نکنین. این دولت است که با تطبیق پالیسی های مالی، پولی، تجارتی و تولیدی زمینی رشد تولید داخلی را فراهم میکنه و حمایت میکنه. این کار ما در 13 سال نکردیم. بنابراین من فکر میکنم ما باید توانایی رقابت پیدا بکنیم از طریق حمایت از تولید داخلی ما. خب اگر به خاطر است که اگر در اینجا میگن که افغانستان توانایی پیدا کنه، در بحث دوم که اینا او توافقاتی که صورت گرفته در سیاست خارجی، تجارت ما با چین و پاکستان اینا در چوکات سارک نبود و تا حال رام نیست، در چوکات سفتا نیست. ما تجارت ما در چوکات تجارت دو جانبه است. از اون خاطر سارک پایش مطرح نیست که ما بگیم سارک بر ما ضربه زده. چین اگه زده، اگه پاکستان زده، اوش رابط دو جانبه متقابل ما داریم با اونا. اما آقای مسعود میگم که مبنای همکاری ها نظر به توافقات سارک باید باشه در چارچوب سیاست خارجی. خب ببینید مسئله در چی هسته که ما یک شبه نمیشه در یک منزل برسیم. من پیشتر اشاره کردم که اهداف اینا دارن بیشتر روی ورق هست، اما یکی چه وقتی عملی میشه، این مربوط میشه که نیت کشورها در قسمت تغییر دادن اولویت های استراتژیکشون از سیاست و تنشگرایی به مسائل اقتصادی و همگرایی تغییر کنه. آقای مسعود، در یک دقیقه هیچ کشور افغانستان را بازارش را خراب نکرده، دولتش ناتوان بوده. من میگم دتن که عامل داخلی و عامل خارجی دست یک جا کرد و در قدر رفت به سوی فنا ما را برد، اقتصاد ما را. شما هیچگاه عامل خارجی را که به خصوص عامل منطقوی را، عامل ایران، مثل پاکستان، هندوستان، چین و روسیه، ایمانا و در پالویش کشورهای دیگه، در مجموع به خاطر تاراج 60 میلیارد دلار که دنیا داده شده بود حرکت انجام داده شد و دولت نتونست حمایت بکنه. یک چیز به شما میگم که هیچ کشور بزرگی در دنیا یافت نمیشه که در کشور دیگه به منظور رشد و کشور دیگه به وجود غیر از تاراج داریایش، هند، چین، پاکستان، ایران، روسیه و آمریکا چنین چیزی در افغانستان انجام داده. سپاس از حضورت.
بازم خوش آمدید در این بخش برنامه عباس نویا آقای امور سیاسی و قاسم عرفانی استاد دانشگاه هستند. بسیار خوش آمدید. آقای نویان با شما آغاز میکنیم. اگر بود سیاسی نشست سارک را به بررسی بگیریم، تا این جای کار پیامد سیاسی بر منطقه مخصوصا بر کشورهایی که عضو هستند یعنی کشورهای جنوب آسیا چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام. کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا از زمان تشکیلش در سال 1985 تا حال که اصل هدفشان همکاری های اقتصادی بوده و همکاری های ترانزیتی و مسائل تخفیف عواید گمرکی اینا بوده، متاسفانه تا یک قدر مدت نتانسته که به اهداف خود طور که لازم است و شاید باید به اهداف خود نایل شود. از طرف دیگه در سال 2005 به پیشنهاد منموهن سینگ صدر اعظم وقت هند که عضویت افغانستان در اونجا مطرح شد، با عنوان ازی که در اونجا مسائل اختلافات مرزی، مسائل امنیت اینا و تروریسم مورد بحث قرار گرفت، کشور هند پیشنهاد عضویت افغانستان در اینجا پیشنهاد کرد که در سال 2007 افغانستان عضو شد، به خاطر ازی که تروریسمی که در این منطقه و افغانستان قربانیش بوده نتانسته بود مهار شود، به این خاطر بود که کشور هندستان که او خودش هم قربانی تروریسم بود و در این قسمت پیشنهاد از این مسئله کرد که برای افغانستان هم عضو از این سازمان شود، ولی متاسفانه تا حال تا یک قدر مدت از نگاه اول که چون هدف از این سازمان زیادتر همکاری های اقتصادی بوده و در مسائل سیاسی آنچنانی که باید اینا همکاری های اقتصادی میوه را با وجود بیاره یا ثمره را با وجود بیاره، اما یک نکته توجه داشته باشین در قسمت همکاری های سیاسی هم با همکاری های امنیتی از زمانی که نگرانی ها در مورد امنیت منطقه مطرح شد، در کنار مسائل اقتصادی بحث امنیتی هم یکی از موارد اصلی سازمان سارک را تشکیل میداد. ما اگر بعد امنیتی و سیاسیش را بررسی بگیریم و برش میپردازیم، شما که میگین در کنار از اینکه در بعد اقتصادی هم نتیجه خوبی را در پی نداشت، در این ابعاد هم نتیجه را در پی نداشت، فکر میکنین که چرا این کشورها نظر به توافقاتی که میکنن صادق نیستن، روی کاغذ باقی میمونه؟ اگر میمونه چرا؟ اختلافات در چیست؟ متاسفانه تا حال در روی کاغذ باقی مانده اهداف از اینا یا تطبیق اهداف از ناروی کاغذ باقی مانده، به خاطر از اینکه زیادتر این سازمان تحت سیطره اختلافات مرزی که بین هند و پاکستان وجود داره، تحت سیطره از این یا تحت شعاع از این اختلافات قرار گرفته. ما به می خاطر است که در دو سال نسبت اختلافات مرزی در سال بین 2002 الى 2004 نسبت اختلافات مرزی و اختلافاتی که بین دو کشور هند و پاکستان وجود داشت، این کنفرانس از این کشورها، کنفرانس از سازمان به تعویق مفته. فکر نمی کنین که اگر این چالش ها دامنگیر این نشست بوده، یعنی خوبتری بود که اول اختلاف ها یا در نخست اختلاف ها حل می شد بعد این نشست شکل می گیرد؟ زمانی که اختلاف ها وجود دارد، چطور همکاری منطقه‌ای شکل می گیرد؟ چطور همکاری در عرصه امنیت شکل می گیرد؟ ببینین، تمام از این چیزا من فکر می کنم که این معقول است و بسیار خوب هم است که کنفرانس ها صورت بگیره و ولو اهدافشان اهداف اقتصادی، فرهنگی یا مسائل محیط زیستی اینا باشه، در جنب از این مسئله میتونن که کشورهایی که بین هم دیگه اختلاف دارن در جنب در حاشیه از این کنفرانس ها با هم دیگه نشست هایی داشته باشن، و با مو خاطر بود که در 13 کنفرانس از این کشور کنفرانس سارک مسائل اختلافات مرزی یا تنش های مرزی که بین هند و پاکستان وجود داشت کاهش پیدا کرد، حتی عقب نشینی در منطقه سیاچینی که در سرحد هر دو کشور قرار داشت، عساکرشان به هم دیگه نزدیک شده بودند که بنای جنگ گذاشته بودند، این بامی کنفرانس سارک بامی در حاشیه اشکاب زدن ها و صحبت ها تانست که خب، اما اگر به چالش های شما توجه داشته باشین، کسانی که در مورد این سازمان نوشتن و تحقیق کردن میگن که از چالش های عمده بحث اختلاف
اختلاف یا رقابت هند و پاکستان است. در کنارش بحث مشکل مرزی یعنی خط دیورند افغانستان و پاکستان است. خب زمانی که این رقابت ها وجود داره و تا هنوز هم حل نشده، یعنی نمیشه امید داشت به اینکه این سازمان به دستاوردهای دست یابد. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم، یا من شخصا فکر نمی کنم که یعنی ما امیال آن چی که می بینیم ایران ملاک قرار بتیم و در دورنگر با آینده نگر نباشیم و با مخاطر تمام همکاری های خود خاتمه ببخشیم. ما فکر میکنیم که ما اگر با آینده بنگریم، در وقتی که روز روزگار یک مثلا یه اختلافات به شکل از اشکال حل شوه، با صحبت های دیپلماتیک، با نشست ها در حاشیه از کنفرانس و دیگر کنفرانس ها و دیگر نشست ها اختلافات حل شوه، ما آینده تابناک را در قسمت حمل و نقل، در قسمت ترانزیت، در قسمت همکاری هایی که بین کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که به مواد خام از اینو ضرورت بسیار مبرم دارن، ممکن است برای مملکت ما خیلی مفید باشه. زمانی که بحث سارک مطرح میشه، میگن که این سازمان تحت شعای رقابت هند و پاکستان قرار گرفته. فکر نمیکنین که زمانی که این سازمان شکل میگرفت، بجای از این که مبنا و مبدا و یا همون توافقاتش را یا بحث اصلیش همکاری اقتصادی امنیتی شکل میداد، ابتدا میگذاشتن بحث ایجاد رابطه خوب را یا از بین بردن رقابت ها را. به نام خدا، با سلام به شما جناب عزیز. برای پاسخ به این پرسش که شما مطرح کردین، خوب است ما یک نگاهی بندازیم به این که در چه مقطع زمانی سازمان سار تشکیل شد. زمانی که در اوایل دهه 80 بحثی مطرح شد توسط رئیس جمهور وقت بنگلادش، پیشنهادش مطرح شد، حدود یکی دو دهه بود که از بحث‌های همگرایی‌های منطقه‌ای می‌گذشت و بحث جهانی شدن تقریباً در دنیا به یک پارادایم تبدیل شده بود که همبستگی‌های منطقه‌ای سیاسی، همبستگی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد و یک رویکرد همگرایی منطقه‌ای می‌تواند حلال بسیار از مشکلات باشد. و عمدتاً در او فضا بحث توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها مطرح بود، چنانچه شما حتی اتحادیه اروپایی رو دارین که با وجود بحث‌های سیاسی جدی وجود داره، در قدم اول بحث اقتصاد هم براشون مهم است. در یک چنین فضای، این سازمان تحت تأثیر او جو همگرایی‌های منطقه‌ای به وجود آمد، منتها سر دو ریل متاسفانه استوار شد. دو تا کشور محوری که اینا دو مسیر متضاد را میپیمایند. همینجا اگر هدف اصلی شکل گیری این نشست هم همونطور که شما به زمان دقیقش هم اشاره کردین، بس ارتقای همکاری ها به خاطر رفای مردم جنوب آسیا بود، فکر نمیکنین که در اون زمان هم رقابت میان کشورها وجود داشتن؟ همین کشورهایی که در این سازمان اندک قدرتمند هستن، اون را هم جا میدادن برای اینکه خب گام های بعدی به طرف مثبت می بود. دقیقا به همین خاطر بوده که ایجاد شده تا در چوکات یک همگرایی منطقه‌ای در قالب یک سازمان اختلافات دو تا کشوری که به صورت مستقیم رو در رو با هم در تماس باشند و در تضاد هست، این نیز حل بشه. من خواستم اشاره کنم به طرف عکسش، اتحادیه اروپا سر دو ریل استوار شده که فرانسه و جرمنی باشد و اینا یک مسیر همگون را در پیش گرفتن و اتحادیه اروپایی مسیر خیلی خوبش را پیمود، در حالی که شما شاهد هستین که تاریخ فرانسه و جرمنی نشان دهنده تضادهای بسیار شدید سیاسی است و اغلب جنگ ها و منازعات، به خصوص جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی، بخشش معلول رقابت ها و تضادهای از دو تا کشور بوده. ولی در او فضا اونا به این نتیجه رسیدن که در قالب اتحادیه اروپایی میتونن همسو شوند به جای اینکه دو مسیر متفاوت را بپیمایند. فکر میکنم در قسمت سارک نیز یک چنین چیزی میتونست مطرح باشد، ولی از آنجایی که دو کشور اصلی و نسبتاً مهم در اینجا دو تا مسیر بسیار متفاوت را میپیمایند و تحت تأثیر ارتباطاتی بین المللی دیگهشان نیز هستند، این مشکل به وجود آمده، شبیه مشکلی که ما در جنبش عدم تعهد داریم. بله، حالا این پرسش کلان مطرح میشه، زمانی که این اختلافا به حدی از میان کشورها که تحت شعار قرار داده البته این سازمان را، پس چه نیاز است که این سازمان وجود داشته باشه؟ به نکته خیلی خوب اشاره کردید. در اینجا ما نباید این نگاه تقلیل گرایانه رو داشته باشیم که یا کل یا هیچ،
یا ما به تمامی اهدافی که تعریف کردیم، دورنما و چشم‌اندازی که در نظر گرفته شده بهش برسیم، یا اگر به کل اونا نرسیدیم به حداقل ها هم کفایت اکتفا نکنیم. خب حداقل این رقابت ها میگن نمیگذاره که به اون هدف ها برسیم. درسته، این حد رقابت ها نگذاشته که به تمامی از او اهداف برسه یا به بخش قابل توجهی از او اهداف برسه، ولی این سازمان همچنان محفوظ هست، مسیر خودش را آهسته آهسته ادامه میده، امیدواری وجود داره. آقای نویان، حالا بگذاریم از اینکه چی کارهایی در گذشته صورت گرفت و چی مشکلاتی داشته، حالا از حداقل امکانات که هست یا فرصت‌هایی که در این نشست در این سازمان وجود داره، افغانستان و کشورهای جنوب آسیا استفاده کنه، مشخصا افغانستان. فردا 18مین نشست برگزار میشه، چه کمکی را این بار که خب حکومت وحدت ملی شکل گرفته این کشورها که عضو هستند بر افغانستان انجام داده میتونن؟ ببینین، ما هند یک کشور بزرگ است که از پتانسیل زیاد برخوردار است از در قسمت رشد و توسعه و کمک به مملکت ما، و همچنان کشورهای دیگه که ما میتونیم بر از اونا از طریق افغانستان انرژی لازمی که از اونا ضرورت دارن از طریق افغانستان از آسیای میانه با اونا رو اونجا، ولی متاسفانه در این بین دروازی که وجود داره بر افغانستان برای وارد شدن در کشورهای عضو سارک، مخصوصا هندستان که از نگاه نفوس یک کشور عظیم است، زیادتر از 1 میلیارد نفوس داره، متاسفانه این دروازه دروازه خوب برای افغانستان نیست. همیشه برای افغانستان چالش ایجاد کرده، همیشه برای افغانستان مشکل ایجاد کرده که ما متاسفانه تا حال نتونستیم آنچنانی که لازم است نه در همکاری های منطقوی نه در همکاری های اقتصادی با اونا داخل تعامل شیم. از طرف دیگه ما میتونه فعلا میتونه که چند چیز داره، کشورهای عضو سارک یک پوانتون داره در دهلی که به نام امی کشورهای جنوب آسیا به نام یونیورسیتی جنوب آسیا یاد میشه، و همچنان یک صندوق بچگی داره که افغانستان سالانه برای عضویت خود در داخل از این سازمان حدوداً 1 میلیون دلار میپردازه. ولی متاسفانه نسبت کمبود ظرفیت، نسبت کمبود حتی گفته میتونم که دانستن زبان انگلیسی که در اونجا در خود از این یونیورسیتی درس داده میشه، متاسفانه افغانستان نتونسته که تعداد زیادی از کسانت به اونجا بفرسته یا از امتحان از اون بدر شود داوطلبای افغانی که داخل از پوانتون جان، ولی میتونه که برنامه های آموزشی دیگه غیر ای دستورت که شما اشاره میکنین تنها چیزی را که افغانستان به دست میاره در این حد است. نه نه، یک چیز دیگه هم است. اینال میتونه که در صورت که حکومت افغانستان فعال شود برای جلب برنامه های آموزشی از طرف از پوانتون در داخل خود کشور ما، و همچنان دایر کردن ورکشاپ ها و دگه و دگه توسط متخصصین از اونا برای بلند بردن و ارتقای ظرفیت مامورین و متخصصین ما. دیگه چیزی که داره صندوق وجهی داره کشورهای عضو سارک که میتونه از اونجا افغانستان قرضه های لازم. آقا اجازه بدین که یک نکته اشاره کنیم. از چیزایی که شما اشاره کردین افغانستان فراتر میخواه. بحث امنیت را میخواه مطرح کنه در نشست فردا، و بحث اقتصاد را میخواه مطرح کنه. و در گذشته هم شما اگر به سخنهای رئیس جمهور کرزی در 17مین نشست سارک توجه داشته باشین، بحث امنیت منطقه و بحث اقتصاد را مطرح میکنن. به این چیزهای بزرگتر از چیزهایی که شما اشاره کردین که افغانستان دنبال میکنه میتونه برسه؟ من فکر میکنم که در آینده ما با آینده باید امیدوار باشیم. امروز هم رئیس جمهور اشرف غنی در نشست خود که با آگاهان اقتصادی از کشورهای عضو سارک داشتن در کاتماندو، روی مسائل اقتصادی، روی همکاری های اقتصادی و با اشاره روی مسائل امنیتی که این مسائل امنیتی هست گوشزد کردن، نشان گرفتن که این مسائل امنیتی باعث بندش در قسمت روابط و همکاری های اقتصادی میشه. امروز هم گفتن و فردا هم ممکن است روی مسائل امنیتی. چقدر فکر میکنین که این خواستای بزرگ را که افغانستان میکنه و در مجموع هدف کلانش بحث همگرایی منطقه است، شما زمانی که به این سفرهای اخیر رئیس جمهور توجه میکنین از چین گرفته تا به عربستان و پاکستان، میگن بحث همگرایی منطقه ای خیلی به جدی دنبال میشه از سوی حکومت، چطور میتونه به این برسه؟ من فکر میکنم که کشورهای جنوب آسیا تنها عیب که داره کمبود همگرایی بین از کشورها است. متاسفانه این کشورها نتونستن تا حال به مو همگرایی معقولی که لازمه
رشد و توسعه اقتصادی در این ممالک است برسن. ولی میتونه این نشست ها و آینده از این نشست ها امیدواری را برای مردم از این کشورها و برای حکومت های از این کشورها در قسمت رفع تنش های امنیتی و در قسمت رفع تنش های سرحدی که بین دو کشور پاکستان و هندوستان است ما را امیدوار بسازه به همکاری های دراز مدت که مخصوصا برای افغانستان یک چانس بزرگ در قسمت انتقال انرژی، زغال سنگ، گاز، تیل از کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا باشه کی برای افغانستان نقش پل ارتباطی را نقش پل آقای عرفانی زمانی که شما توجه میکنین به 18 نشست و اجندای افغانستان یا خواستایی را که افغانستان میخواد مطرح کنه بحث امنیتی است اقتصادی است و در مجموع بحث همگرایی های منطقه است با توجه به مشکلاتی که ما بحث کردیم با شما با میهمانانی که قبلا حضور داشتن که چالش هایی داره این سازمان افغانستان به این خواستا میرسه برغم چالش هایی که اشاره شد وجود داره سر راه یکی سازمان به اهدافش برسه و در چوکات از این سازمان افغانستان به عنوان یک عضو هم بتونه به اهداف خود برسه هنوز فرصت های وجود داره اما رقم که در بحث جناب نویان آمد ما از آدرس تعامل و ارتباط با سازمان منطقه سارک دو نوع اهداف میتونیم تعقیب کنیم و میسر و ممکن است که بهش برسیم یک سری اهداف در چوکات رسمی ساختار سازمان سارک است یکی در تعامل همگرایی منطقه‌ای بحث پول ارتباطی افغانستان مطرح می شود و اونا به عنوان یک عضو به افغانستان اعتماد می کنند که این مسئله انجام بشه تا انرژی منطقه به اون طرف منتقل بشه و افغانستان بتونه پول ارتباطی رو داشته باشه در چارچوب توافق‌های سازمان سارک افغانستان می تونه از بسترها و فرصت‌های آموزشی و تحصیلات عالی که در نه تنها فقط در دانشگاهی که در دهلی هست در تمامی از این کشورها استفاده کنه تا اینکه عضو نباشد درخواستی از اونها بخواهد داشته باشد و همین رقم در ارتباط با فیصله های در قسمت تأمین امنیت خود فیصله هایی که در این سازمان انجام میشه میتونه فشارهای بیشتر را بر همسایگان ما که حالا بخصوص پاکستان وارد کنه که عضو این سازمان هست تا ما بخواهیم حالا همینجا با معذرت چیزهایی را که شما مطرح کردین حالا آگاهان این گونه میان دیدگاه خود را مطرح میکنند که پیش از اینکه افغانستان به این چیزها از درون این سازمان برسه یا این چیزها را به دست بیاره بیشتر از رابط دو جانبه به دست آورده پس این سازمان نقشی نمیتونه بازی کنه من دقیقا برعکس معتقد هستم که افغانستان تا بخواهی از رابط دو جانبه و رو در رو مستقیم با پاکستان به اهداف خودش برسه ظرفیت ها پایین میاید و قدرت چانزنی پایین میاید خب این حرف به خاطر مرشا میکنن که مشکلاتی که داره رقابت هایی که تحت تاثیر برده این سازمان را به این خاطر در حالی که اعمال فشار از یک موقف بالاتر در قالب از این سازمان میتونه فرصت های بیشتر را ایجاد کنه میخوایم اشاره کنم به فرصت های دیگه که به صورت غیر رسمی و در حاشیه مصوبات رسمی از این سارک ما میتونیم داشته باشیم ما نیازمند هستیم که از الگوی ملت سازی در بسیار از این کشورها از جمله در همین نیپال استفاده کنیم نیپال چند سال گذشته جنگ‌های داخلیش پشت سر گذاشته و امروز به یک موقعیت خیلی خوبی در قسمت ملت سازی رسیده و در قسمت از اینکه مشکلات زبانی نژادی و خیلی بحث‌های دیگه شون حل کنه ما در قسمت توسعه پایدار که چطور از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خود میتونیم بدون اتکا به دونرهای خارجی استفاده کنیم از تجاربی که در این کشورها وجود داره میتونیم استفاده کنیم فرصت‌های از این قبیل نیز در اختیار ما هست آقای نویان جنبندی را اگر اینطور مطرح کنیم که اول تا چند سال آینده میشه در مورد عمل شدن توافقات این سازمان امید داشت حکومت تازه چه نقشی را متفاوتر از حکومت قبلی میتونه در این سازمان بازی کنه ببینید دکتر صاحب اشرف غنی در زمان کمپاین ها در منشور تحول و تداوم که اونا پیشنهاد کردن بر ملت افغانستان در قسمت صلح با پاکستان در قسمت صلح با کسانی که مخالفین هستند اونا پیشنهاد کردن همکاری های اقتصادی منطقوی را که دقیق میتونه که ما را به مو اهداف نزدیک بکنه با اشتراک در کنفرانس در سازمان سارک سازمان سارک قبلا در سال 2007 بر ریاست جمهوری جناب آقای کرزی ما تانستیم عضو دائمی شویم بعد از او متاسفانه پوشش گرفته نشد در قسمت در زمان جناب کرزی
استراتژی مشخص برای صلح متاسفانه وجود نداشت. حال در منشور تحول و تداوم دقیقاً روی این مسئله بحث شده، همکاری های منطقوی که میتونه هم صلح هم امنیت و هم همکاری و رفاه اقتصادی رو بین کشورها به وجود بیاره دقیقاً در اون مسئله پیشنهاد شده. ما فکر میکنم که در ما سال یا مدت تعیین کرده نمیتونیم، زمان تعیین کرده نمیتونیم، ولی امیدواری بسیار زیادی وجود داره که ما اگر بتانیم یا کشورهای عضو سارک یا جهان در مجموع بتانه پاکستان معتقد به این بسازه که همکاری های اقتصادی بهتر است از شررنگیزی، بهتر است از تروریست پروری، ما مطمئنن میتونیم که به اهداف بزرگ توسعه و انکشاف در داخل مملکت ما برسیم. و آقای عرفان شما؟ همچنین برغم این که نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم و تمام توجه خود را معطوف بداریم به این که از طریق عضویت در اینجا و همکاری با کشورها به اهداف خود میرسیم، ولی در او چوکات کلان سیاست خارجی افغانستان همکاری های منطقه‌ای در چارچوب سازمان منطقه‌ای سارک میتونه یک جایگاهی داشته باشد و چه بسا افغانستان با توجه به این که بسیاری از شرکا و دوستای بین المللی ما در اینجا عضو ناظر هستند بتوانه به سمت اهداف که ما داریم فشار بیشتر وارد کنه و ما را با یک گام به پیش ببره تا در چارچوب ازی به اهداف خود برسیم. ممنون از حضورتان. همچنان شما بیننده عزیز که این بحث را سیمانه دنبال کرده، تا فرصت دیگر شب خوش، خدا نگهدار. سلام، تشکر.